من آنچه که در جبهه دیدم میگم اگر نیروی هوایی نبود ایران نبود، عراق نیامده بود در پشت نهر عرایزی بایستد یا مثلا فلان شهر را محاصره کند. فرمودم بزرگوار روز اول خرمشهر، سوم خوزستان، هفتم در میدان آزادی. خدا را شاهد میگیره وقتی نگاه کردم به نظر خودم 300 فروند تانک و نفر بر آرایش پیکان گرفته به سمت خرمشهر. گفتم امشب دیگه چیزی نیست، دیگه از خرمشهر امشب هیچی نمیمونه. ما قدرت مقاومت در مقابل این رو نداشتیم. تنها راهی که دیدم دویدم ستاد اروند. نمیدونم کدومتون آشنا دارم با صدفان یکم جمشیدی فر، شاید هم اسمش من جمشید نژاد. افسر رابط نیروی هوایی بود. گفتم جناب سروان دستم به دامنت، اگر کمک هوایی بر ما نرسه امشب نه شما هستی نه من هستم نه خرمشهر. رفت داخل چادر تو اون گرما، تلفنم مرد انگشتیا بود. حدود 40 دقیقه این حدود کشید اومد بیرون عرق ریزان. گفت نه خدا، به من قول دادن نیم ساعت دیگه میام. سوار ماشین شدم پلیسی راه، برگشتم به بچه ها گفتم که به من یه همچون قولی دادن. خدا شاهد حرفای من تمام نشده بود قررش هواپیما را شنیدم. وقتی نگاه کردم خدای من اینجوری داشت می اومد، نمیدونم 4 تا بود یا 5 تا بود. بعد که از آقایون پرسیدم فرمودن معمولا 4 تاییه. آنچنان حمله به این آرایش کردن، یک بار زدن رفتم بالا، دور زدم، دور دوم به هم ریخت این آرایش، آتش گرفتن، برگشتن رو به عقب، هر کس در یک مسیری فرار. با 3 دقیقه نمیدونم 4 دقیقه دومی، سومی، چهارمی، چی از اینها باقی موند؟ یعنی نفس راحتی کشیدیم که خرمشهر زنده است. اینی میخوام بگم که اون روز احساسم بر این بود که اگر این حمله نیروی هوایی، اگر این خلبانان از جان گذشته، نگهبانان کل ایران این حمله را انجام نمیدادن، ارتش عراق از آبادان و خرمشهر رفته بود شمال خلیج فارس، تمام، یعنی ایران تمام بود با اون سیستمی که اونا داشتن. از F4 به عنوان تفنگ 106 استفاده کردیم برای زدن تانک های دشمن. خدایا تو شاهدی، غفور جدی همشهری منه، همیشه ازش تأثیر دارم. او گفت دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد. همیشه من همین تکرار میکنم در حضور شما، دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد. روح همه شهدا شاد. تشکر.